ایستگاه قدردانی. سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه انشالله. کوچیکتر از حالا که بودیم، وقتی کسی هدیه ای، شکلاتی یا محبتی رو نثارمون میکرد، بلافاصله پدر و مادرمون به ما گوش زد میکردن که تشکر کردی؟ گفتی دست شما درد نکنه؟ و ما هم با خجالت و همون معصومیت و کمی چاشنی کودکانه میگفتیم ممنون و طعم دست های مهربون بزرگترها رو روی سرمون حس میکردیم. از اون سالها خیلی نگذشته و هنوز خاطرات زیادی از اون روزها توی ذهنمون جا خوش کرده. دست مهربون آقای مهربونی ها بر سرمونه و یادمون رفته که به بهانه وجود ایشونه که برکت در زندگیمون جاریه و نعمتهای الهی مهمون خونه هامون میشه و انگار پاک یادمون رفته که از ایشون تشکر کنیم. فراموش کردیم به یادش باشیم و با جاری کردن نامش بر زبونمون ایشون رو سپاسگزاری کنیم. انگار گرد فراموشی رومون نشسته و این همه لطف و آقایی رو پاک از ذهنهامون بردیم. جاده مهربونی مولامون همیشه و همواره بر رومون آغوش باز کرده و طولانی نیست. کافیه دعای فرج رو زمزمه کنیم. هر روز صبح با سلام صبحگاهی و یا هنگام خواب یادش کنیم با ذکر صلوات. همین. امیدوارم اوقات دلنشینتون زیبا و موندگار باشه با هدیه کردن مهربونی به همدیگه. تا ایستگاه بعد، خدا نگهدار. چی شده دلم خزونیه؟ اگه تو نیومدی پس چرا چشام بارونیه؟ اگه نمیبینمت جمعه ها برام نشونیه. آقا بیا به خاطر خدا، آقا بیا به خون شهدا، آقا بیا عاشقاتو ببر کربلا. آقا بیا به خاطر خدا، آقا شهد، آقا بیا عاشقاتو ببر کربلا.